حرکت کردن در ذات ماست پس درمانده رفتار نکنیم حرکت کردن و به جلو رفتن در ذات ماست همانطور که ماشین ها را ساخته ایم که ما را با سرعت بیشتری به جلو میبرند. همانطور که دوچرخه ها را ساخته ایم همانطور که فناوری را ساخته ایم تا به همه چیز سرعت ببخشد حرکت کردن در ذات ماست اما چرا گاهی اینقدر ناتوان و خسته خود را تصور می کنیم؟ گاهی ما خود را ناتوان می بینیم چون اتفاقهای سختی در زندگیمان افتاده که ما برای آنها آماده نبوده ایم. هنوز نتوانسته ایم برای اتفاقها معنا پیدا کنیم. و هنوز می پرسیم که چرا من؟ گاهی حوادث سخت زمانی همچون سیلی به گوش ما میخورند که ما حالمان خوش بوده است که منتظر خبر بدی نبودیم که دل به دنیا داده بودیم و زندگی میکردیم و ناگهان همه چیز عوض می شود عزیزی را از دست می دهیم. خبر تصادفی را به ما می دهند ورشکست می شویم. فرزندمان مریض می شود. گاهی اندوه سراغمان می آید درست زمانی که هیچ وقت و هیچ کس آمادگیش را ندارد. اینجاست که ما شک می کنیم. که ما ظرفیت روبرو شدن با تلخی ماجرا را نداریم. اینجاست که فکر می کنیم دیگر توان نداریم و کم آورده ایم. و گاهی وقتی در این شرایط هستیم تصمیم میگیریم که از اندوه بیرون نیاییم که با زندگی قهر نکنیم که با آدم ها تلخ باشیم و از زمین و زمان متوقع و عصبانی باشیم و هر روز بیشتر احساس می کنیم که ناتوان هستیم و مورد ظلم بزرگی واقع شده ایم. حقیقت این است که چه شبیه کودکی عصبانی و متوقع و چه شبیه افسرده غمگین واکنش نشان دهیم هیچ تغییری در جریان زندگی به وجود نخواهد آمد زندگی دست شما را نخواهد گرفت و به شما نخواهد گفت که عزیزم غصه نخور یا خواهش میکنم که از این حال و هوا بیرون بیا زندگی واقعی تر از آن چیزی است که منتظرش هستیم زندگی در هر لحظه و هر ثانیه در حال گذر است و منتظر هیچ کس نمی ماند. در درون همه ما میل به حرکت کردن وجود دارد. چون در همین به جلو رفتنها ما دردها را تجربه کرده ایم و گذر کردن را آموخته ایم. ما به حرکت کردن احتیاج داریم. ما به اینکه به جریان زندگی برگردیم احتیاج داریم. در چه خاطره سختی گیر افتاده اید؟ خاطره را پیدا کنید. مربوط به چند سال پیش است؟ چند وقت پیش؟ در کجای داستان خود را در بند و گیر افتاده احساس می کنید؟ خاطره را یک بار دیگر با دقت مرور کنید و اجازه دهید احساسهایتان بالا بیایند و بعد با آن خداحافظی کنید. خداحافظی کنید با درمانده ای که در درون شماست. برگردید به جریان زندگی و به جلو حرکت کنید. به محض اینکه لذت حرکت همچون بادی در موهایتان بپیچد شما متوجه بخشی خواهید شد که بیشتر و قویتر از قبل در درونتان به شما افتخار می کند. این ویدیو برای صفحه نوید داریا تهیه شده است.